اسماعیل سلمانپور فعال سیاسی ما رو همراهی میکنند. آقای سلمانپور، بسیاری از کشته شدگان تا همین لحظه با گلوله‌های جنگی کشته شدند، خیلی هاشون هم با تفنگ‌های ساچمه‌ای از فاصله نزدیک. آیا اصلا نشانی از مماشات حکومت با معترضان دیده میشه؟ حکومت جمهوری اسلامی و تمام مسئولان ریز درشتش نشون دادن چه در روزهای این انقلاب و چه قبلش در تمام این 43 سال که اسطوره های وقاحت هستن. یعنی خب صحبت هاشون که مشخص معجونی از دروغ و وقاحته، یعنی اصلا نه تنها صحبت های آقای بهادری جهرمی یا رئیسی یا خامنه‌ای فرقی نداره، اهمیت این حرفا واقعا نداره و مشخصه که این حرفا فقط در واقع از روی ترس زده شده و برای ساکت کردن یا اقناع مخاطبان خودشون هست. بله، از همون ابتدای خیزش ما می‌بینیم، حالا در آبان 98 که 1500 نفر، بیش از 1500 نفر همه گلوله‌های جنگی کشته شدن، از ابتدای خیزش در اواخر شهریور ماه امسال هم موارد بسیار زیادی می‌بینیم که مردم با گلوله‌های جنگی بی‌رحمانه، مردم بی سلاح معترض کشته شدن. یکی از نمونه های بسیار مهمش مردم مظلوم و بیدفاع زاهدان بودند که امروز 40مین روز کشتار جمعه سیاه زاهدان هم هست. به حدود 100 نفر که بسیارشون کودکان بودند، بی سلاح داشتن بعد از نماز جمعه زاهدان اعتراض میکردن، همشون رو به گلوله‌های جنگی هدف قرار دادن و کشتن. و در شهرهای دیگه همینطور ما میبینیم که شیرین علیزاده فیلم برداری میکرده در شهری در مازندران، در ماشین فقط داشته از کنار صحنه های اعتراضات رد میشد که با گلوله جنگی به سرش زدن. همینطور غزاله چرابی که داشته فیلم برداری میکرده. همین چند روز پیش در 40 حدیث نجفی 3 نفر در کرج با گلوله های جنگی کشته شدن، 3 نفر از مردم. و خب مشخصه که حجم این دروغ ها و این وقاحتی که مسئولان جمهوری اسلامی دارن اصلا قابل باور نیست. یعنی نمیشه در واقع اصطلاح دولت یا حکومت رو به جمهوری اسلامی در واقع گفت و جمهوری اسلامی و مسئولانش گروهی مافیایی هستن که هر چی که دلشون میخواد میگن، هر دروغ وریهانه‌ای که دوست دارن میگن. بحث مماشات به هیچ وجه مطرح نیست. جمهوری اسلامی هر چه در توان داشته هر نیرویی، حالا آقای بهادری جهرمی میگه نیروی انتظامی که به شدت دروغ میگه، تمام نیروهاشون در صحنه هستن، نیروهای بسیج، نیروهای سپاه، نیروهای انتظامی، هر نیرویی که جمهوری اسلامی داشته با هر اسلحه‌ای که داشته به صحنه اومده، در شهرهای مختلف به شکل‌های مختلف به وحشیانه‌ترین صورت مردم رو کشتن، مردم رو زخمی کردن. و بحث مماشات اصلا خنده‌داره که اینها مطرح میکنن. پس با توجه به مسئله آقای سلمانپور، اگر بخوایم به صحبت‌های آقای جهرمی، بهادری جهرمی نگاه بکنیم، چه تصویری از نقش دولت رئیسی به ما میده در آنچه که در 2 ماه گذشته اتفاق افتاده، در جنایات 2 ماه گذشته؟ اولا که خب خود آقای رئیسی که یک فردی هستن که متهم به جنایت علیه بشریت هستن، سابقه اعدام هزاران نفر رو در سال 68 صدور حکم اعدام دارن و خود ایشون یک جنایتکار هستن، اصلا جنایتکار در واقع علیه بشریت. غیر از این مسئله، در همین خیزش اخیر دولت رئیسی هم همنوا با سایر بخش‌های نظام جمهوری اسلامی، من اینها رو از هم جدا نمی‌بینم، سپاه پاسداران یا دولت یا قوه قضاییه یا حتی در واقع رسانه‌های نظام جمهوری اسلامی، همه با هم به طور مشترک در واقع دست در دست هم در این جنایت ها شریک هستند. همه با هم، فرقی نداره، اینجوری نیست که دولت چونه خالی کرده باشه، وزارت کشور و نیروی انتظامیش، چه دولت از طریق ادارات، دانشگاه ها، به شدت و با تمام قدرتش سعی کرده که هر گونه سرکوبی که در توانش هست اعمال کنه و هیچ در واقع فردی بخش های مختلف نظام جمهوری اسلامی در جنایت و سرکوب و تقصیرشون در این سرکوب وجود نداشت. سپاسگزارم از توضیحات شما، اسماعیل سلمانپور، فعال سیاسی.